لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خانواده شریف مسلمان افغانستان جوانان نازنین اما از دختر پسر و خواهران برادران گرانقدر در سر تا سر جهان و افغانستان السلام علیکم و رحمت الله و برکاته امروز سر مسائل ازدواج و مسائل خانواده گپ میزنیم و چند روز پیش ما در فیسبوک برمه یکی دو تا جوانا نوشته کردن که ما هیچ کس نمیشناسیم که ازدواج کنیم و در کشور که ما زندگی میکنیم هیچ افغان تا نیست و اگر چند تا افغان هم هستن دور به دراز هستن من یک تشبس کردم که یک نوت نوشته کردم در فیسبوک جوانایی که میخواین ازدواج کنن اینا میتونن که معلوم دار به من به تماس شون که من اینا رو بتونم معرفی کنم کار من تنها معرفی است دیگه من این وقت ندارم که من برای هر کس یک دوسیه واس کنم و برای هر کس ببینم که مشخصات از او چی هست و این کاربر خودشان وقتی که معرفی صورت میگیره خودشان باید معلومات کنن که چی کاره است چقدر درس خوانده چقدر نخوانده بعد استایل زندگی چیز کلش مربوط خودشون است و من این کار کردم و یک چند تا جوانا هم از دختر و پسر با من به تماس شدن مندار یک کار بسیار سخت است برای اینکه یکی مثلا در یک کشور شرق میانه یا خاور میانه زندگی میکنه مثل ترکیه یکی مثلا در اروپا زندگی میکنه یکی در افغانستان زندگی میکنه یکی در امریکا زندگی میکنه اینا کسایی که در افغانستان زندگی میکنه اونا زیادتر خوش دارن که در اروپا یا امریکا یا کانادا یک دختر را بگیرن و یک دختر هم که گرچه که دخترها کمتر این علاقه مندی را نشان دادن گفتن که یک مرد خوب اگه باشه من میخوام سر از این موضوع چی کنم که این برنامه را اختصاصی سر همی روابطه که برقرار میشه اولی که در ازدواج موافقه دختر و پسر شرط اصلی است حتی به عکس و اینا درست نیست باید که از یک آدم در عکس میتونه که خود مقبول کنه میتونه خود چاخ کنه میتونه خود لاغر کنه یعنی امروز که فوتوشاپ هر چیز میکنن لذا یک آدم و نگاه شرعیام یک دختر یک بچه یا یک بچه یک دختر باید ببینه و آله چون که زمان تغییر کرده و خانما که یک تعدادشون کار میکنن و مردم کار میکنن شرایط زمان تغییر کرده آله نمیشه که قسم 100 سال پیش وره مردم زندگی کنه لذا و در ازدواج هر دو زن و مرد حقوق مساوی دارن با ای که زنا میتونن که مهر مطالبه کنن و مولاندار حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم کمترین مهر پیشنهاد کرده و ایده حدیث آمده که یک مومن کمترین مهر برای از اینکه جوانا را تشویق کرده باشه با ازدواج کمترین مهر پیشنهاد کرده و ما اولین چیزی که از خانواده افغان در افغانستان این چیز میکنم که باید که کمترین مهر دختر خودش تصمیم بگیره یک مشکل دیگه ایست که در خانواده افغان ما به یک نظام کلان شدیم که فکر میکنیم که هر چیز باید مادر و پدر ما باید بر ما تصمیم بگیرن در ازدواج این تصمیم حق دختر و حق بچه است اینا یکی دیگر میگیرن او بچه خو مادر بابی از دختر نمیگیره یا او دختر مادر بابی از بچه خو نمیگیره و همی حتی همی خوش کردن یک دخترم یا خوش کردن یک بچه همی یک کار درست نیست من نمی‌فهمم چرا این موضوعات پوست صاف و پوست کنده در رسانه ها صحبت نمی کنن این حق شرعی یک دختر است که یک مرد انتخاب کنه این حق شرعی یک مرد است که یک دختر انتخاب کنه نه ای که مادر پدرم بر من انتخاب کنه یا خوار و بیادرم بر من انتخاب کنه وقتی که انتخاب میشه موافقه شرط است در زمان امروز دخترها و بچه ها عقل دارن از نگاه شرعی عقل دارن که بشنن صحبت های خود بکنن که میتونن که ازدواج کنن یا نمیتونن امروز در رسانه های مجازی مثل فیسبوک و اینستاگرام و نیفام ایمیل و هرچی که هست دخترها و بچه ها بخوایی نخوایی صحبت میکنن لذا قید و قیود که در سر باز دخترها و بچه ها در فرهنگ ما هست یک چیز بسیار بیمانه هست چرا بیمانه هست برای که بخوایی نخوایی اونا همی امکانات امروز برشان هست که همی کار بکنن پس چرا ما همی کار برشان
شرعن اجازه نده و در شریعت است که یک دختر و یک بچه میتونن که با هم بشنن و گپ بزنن در حضور پبلیک و تفاهم کنن که آیا میتونن که یک زوج خوب بسازن یا نمیتونن. پس مسئله اول مسئله دیدار است که دو نفر یک دیگر باید ببینن. مسئله دوم مسئله موافقه است. در این موافقه تنها بله گفتن نیست. در این موافقه ایست که دخترم شرایط خودم میگه، بچه‌ام شرایط خودم میگه. در نکاح شرط است، در طلاق شرط نیست، در نکاح شرط است. هر کسی که ازدواج میکنه، مرد باشه زن باشه، عقد داره که شرایط خودم پیش کنه که من تو را میگرم به این شرایط، یا دختر میگه من تو را میگرم به این شرایط، و شرایط خود باید بگن. آدم شناختن سخت است. هیچ ازدواج کدام تضمینی در ازدواج نیست. برای از اینکه در اول بچه بسیار یک بچه خوب خود جلوه میده، بسیار یک بچه مؤدب، بسیار بچه مومن و اگه پا وقتی که باز ازدواج میکنه بالکل از روی یک چیز دیگه بار میه. و یک دختر میتونه که بسیار زیاد دختر عاجز و مؤدب و تحصیل یافته و ترا جلوه کنه، اما وقتی که عروسی میکنه اما نقش یک زن در خانواده بازی کرده نمیتونه که نال نقش ما چیز در خانواده. و آدم شناختن بسیار سخت است. بازی که ما شما قلبهای مردم و دل مردم نمیفهمیم که قلب دل مردم چی است. پس ازدواج چی در اسلام باشه چی در غیر اسلام باشه، اول یک رسک است. رسک باییست که مثل که گفتم که شما در اول میبینین که بچه بسیار خوب است، پسان یک آدم بسیار عصبی، یک آدم بسیار کنترولین که زن خود کنترول میکنه، از طرف که میره او را پشت پشتش میره، نه این فهم نه ایمانش که بازار بره، این خود انسانیت نیست. و یا یک دختر است مثلا تمام وقت بانگیری میکنه، توقعات امرای شوهر خود مشوره نمیکنه، گپ نمیزنه. یعنی امی ازدواج که میکنیم به خاطر از این خواهر و برادر ازدواج میکنیم که از دیروز که خوشتر باشیم، نه ای که از دیروز که ما خرابتر باشیم. لذا باید که یک تفاهم صورت بگیره که با کدام اساس ما تو میتونیم که یک زوج خوب بسازیم، آیا میتونیم یک زوج خوب بسازیم یا نمیتونیم. اینا در تفاهم که از که دو نفر گپ میزنن، بعضی گپ هست در فرهنگ افغانستان مثلا یک بچه را یک دختر میگره که والا فلانه بسیار تحصیل یافته است بگیرش آرام میکنی. تحصیل یافته است اما یک آدم مدنی نیست، یک آدم اخلاقی نیست. شاید رفته یک کیمیا و بیولوژی و کامپیوتر ساینس و بزنس خوانده اما یک آدم اخلاقی میتونه که نباشه. و کل زندگی زناشویی سر اخلاق است، سر تربیه است، سر مدنیت است، سر خانواده ساختن است. یعنی این خانواده است که اجتماع اسلامی را میسازن. هر قدر که خانواده باثبات باشه و خوب باشه، مهمدار اجتماع هم قدر باثبات خوب میباشه. و هر قدر که خانواده یعنی متزلزل باشه و او میتونه که مهمدار اجتماع هم خراب شه، خانواده هم از هم بپاشه و اجتماع هم از هم بپاشه. لذا موافقه شرط است و بعد از موافقه تفاهم است. اینال در این تفاهم چی که پار ما باید گپ بزنیم. مثلا یک دختر بچه هم میشنه چی باید بگه؟ آل خو قوارهشان خوششان آمد. موافقه اولی که دختر سر مهر خود تصمیم بگره و بچه او را به دل قبول کنه، نه از روی غیرت اوغانی. این اول باید قبول کنه که این مسئله مهر در وقت نکاح بالکل فیصله شدگی باشه که مهر من اینه قدر است. و مامایش و کاکایش و مادرش و بابه دختر باید که سر از این مسئله تصمیم نگره یا وکیلش. این حق شرعی نفس نفسی خود دختر میده، وکیلش نمیده. و اگه وکیل هم میگره که مردم میتونه وکیل بگره، زن هم میتونه وکیل بگره. اگه وکیل هم میگره باید از روی انصاف باشه، از روی عدالت باشه. امروز یک تا زیاد جوانا که بی زن موندن و یک تا زیاد دخترها که بی شوی موندن به خاطر خرافات است که در داخل فرهنگ ما جای گرفته و ما از این خرافات باید برایم. ما باید از این خرافات برایم. میریم به یک وقفه تجارتی کوتاه، پس در خدمت شما هستیم. تشکر.
با سلام مجدد، ما فرید یونس گرداننده و تهیه کننده دکتر یونس شو از ایالات متحده آمریکا در خدمت شما هستم و این برنامه را شما از تلویزیون آریانا تماشا میکنین و ما از همکاران نازنینم جان سپاس دارم در کابل که مرا کمک میکنن که برنامه را بر شما تهیه کنم و به کابل بفرستم و شما در اوجه تماشا کنین. موضوع عزیز است که چطور جوانا با هم ببینن و اولی که دیدن جوانا این یک کار شرعی است. این ما از خود نمیگم که من بگم که از خود میگم. دیدن جوانا پیش از نکاح شرعی است. گپ زدن جوانا پیش از نکاح شرعی است. اینا هم باید ببینن یکی دیگر و هم باید که بشنن و صحبت کنن چطور میتونن که یک زوج خوب بسازن. این حال موضوع دوم که در دقیقه دوم میخواییم که صحبت کنیم ایسته که جوانا چی سوالا را باید مطرح کنن. مثلا باید که صحبت کنن که اقتصاد خود چطور میتونن که پیش ببرن. اگر که دختر کار میکنه، بچه هم کار میکنه، آیا کدام از ارزششان یک جایی اقتصاد پیش میبرن یا بچه باید که مسائل اقتصادی در دست خود داشته باشه و دختر کدام کارهای دیگر کنه. سر اقتصاد گپ بزنن که چطور میتونن که اقتصاد خود انکشاف بدن و یک اقتصاد خوب داشته باشه. سر مسائل که بسیار در افغانستان حاد است، مداخله خانواده گپ بزنن. دختر باید سوال کنه که تو چقدر به فامیلت حق میدی که در زندگی ما مداخله کنه؟ آیا مداخله، چرا مداخله بکنن؟ و همچنان بچه، بعضی که بعضی وقت مادر دختر و برادر دختر و اینا هم در زندگیشون مداخله میکنن. که یک کار غیر ناپسند، یک کار غیر شرعی، بعضی قرآن میگه لا تجسسو، در امور مردم مداخله نکنین. وقتی که یک بچه و یک دختر ازدواج میکنن و اینا مستقل میشن، اینا باید اجازه داشتن که خودشان تصمیم بگیرن. متاسفانه در فرهنگ ما از امروز اول ایوازی که دختر و بچه در کارهای خود تصمیم بگیرن، خانواده تصمیم بگیرن. و این بسیار موضوع را بغرن میسوزه و یکان دفعه بچه در یک تاریکی قرار میگره و یک دختر هم در تاریکی قرار میگره. بعضی در پشتر از این تصمیم گرفته شده. سر بسیار چیزهای چتی یک کسی در باره چند تصمیم گرفته. تنها مسئله مهر نیست، در دیگه مسائل زندگی مثلا تصمیم گرفته شده. یکی از چیزهایی که در افغانستان زیادتر مطرح و در اروپا و امریکا باید قطعی کار نباشه که وقتی که یک دختر ازدواج میکنه، چون اقتصاد مردم ضعیف است، او در خانه مادر و پدر شوهر زندگی میکنه. اینا لی باید پیش از پیش فهمیده شود که اینا خود اتاق خود می داشته باشن، معلوم دار. اما دختر نباید زیر یوغ خشوع و ننو و ایور و اینا زندگی کنه. یا برش یک خانه جداگانه گرفته شود، اگر اقتصاد اجازه میده، برزی که مناسبات خانواده که خراب میشه به خاطر نمی مداخلات و دکار از او غرض بگی و دکار از او غرض بگی و دخترها که شوی میکنن میخوان که از خانه خود آرامتر باشن، میخوان در آغوش شوهر خود که میاین و در خانواده نو خود میاین خودشان زندگی بسازن. وقتی که تمام چیزا رو خشوع و ننو و ایور تصمیم میگره و هیچ از زندگی و لذت نمیبره، یعنی برش بالکل بیفایده است زندگی کردن. در سرازی باید صحبت شود که آیا مادر و پدر در زندگی من مداخله میکنه و تو چقدر میتونی که مثلا یک عدالت بین ما و مادر بابیت بیاری. بعضی که مردای افغان قسم هستن که مادر خود احترام میکنن، زن خود نه، در حالی که زنش هم نوماباد مادر میشه، وام مادر است، وام مادر است. زیره در برنامه گذاشتم گفتم در مسئله اقتصاد، در مسئله خانواده، در مسئله رفت آمد که با کی رفت آمد میکنن، با کی رفت آمد نمیکنن. در مسئله عادات، بچه باز عادت ها داره که دختر خبر نداره و دختر باز عادت ها داره که بچه خبر نداره. مثلا دختر همیشه مثلا زیاد خنک میخوره، یعنی سردی داره و این خانه رو بسیار گرم میکنه و بچه گرمانه داره، خوش نمیاد که مثلا خانه بسیار گرم شوه. این چیزایی است که باید صحبت شوه. عادتها، پیشامدها، دید و بینش و امروز دخترهایی که درس خواندن و اینا کالج رفتن، اینا از خود دید و بینش خود دارن. سر مسائل سیاسی صحبت شود که مثلا تو این آدم سپورت میکنی یا پشتیبانی میکنی، من این آدم سپورت نمیکنم.
آیا مسائل سیاسی در داخل خانواده بیایه یا نبیایه. شیعه و سنی مثلا میشه که مثلا دختر شیعه باشه بچه سنی باشه که نکاح از اینا روای در رواست، اما باز مردم متعصب و نادان ما داریم که میگه که یک شیعه میگه که نکاح با سنی روانست یا سنی میگه که نکاح با شیعه روانست، کی یک کفر محض است، وام کلمه گوی است، وام کلمه گوی است. ما خودم الحمدلله یک برادرزاده ما که یک دختر است و خانواده شیعه ازدواج کرده و یک خورزاده ما که به خانواده شیعه ازدواج کرده و بسیار خوش خاندان بهترین زندگی دارن. ما باید از این تعصبات برایم، ما باید از این روشن فکر کنیم. بابا شیعه سنیست کنش کلمه گوی است، سر از این مسائل گپ شد. بعضی که هستن مردای سنی که وقتی که باز دختر شیعه وقتی که نماز میخونه مور میمونه میگیره چرا میمونی، حالا تو نمیفهمیدی که شیعه بود؟ حالا خب مور بر از او یک چیز مقدس است، خاک کربلاست به حساب خودشون، باید که عقاید از او احترام شوه. یا مثلا باز مردای شیعه است که وقتی دختر سنی نمیگرن تمام وقت در پشت حضرت ابی عایشه افتیدن، تمام در پشت حضرت عمر افتیدن که این خیانت کرد و یه طور کرد و یه طور کرد. یک پار در مین فامیل نبرین، شما نمیتونین که 1400 سال تاریخ تغییر بدین و هیچ کس هم خیانت نکرده. پس این دید و بینش تعصب آمیز که یک تعداد داره در شیعه و سنی، این باید که از بین بره. اومدیم سر تربیه اولاد، باید در اول صحبت شد سر تربیه اولاد که شما چه قسم میخواین که مثلا اولاداتون تربیه شود. اگر که مرد بسیار زیاد مصروف است و نمیتونه به اولاد رسیدگی کنه و زنش مثلا شیعه است، خیم اولادا با قسم شیعه بار بیه، کل کافر بار نبیه. یا اگر که مرد مثلا شیعه است و زن سنی است و مرد بسیار زیاد مصروف است و نمیتونه به اولادا رسیدگی کنه، پس ما اولادا سنی بار بیه کل کافر بار نبیه، هر دوش مسلمان است. ما باید خورا برادر از این تعصبات برایم. امروز افغانستان تعصب قومی و تعصب مذهبی در بدر کرده و یک جامعه هیچ وقت یک جامعه متمدن نمیشه تا ما از این خرافات ما نبرایم. یعنی تا کی شما میخواین که به من قسم زندگی کنین؟ به نفاق شیعه و سنی، پشتون و تاجک و ازبک و ازاره و قرقز و پشهی و نورستانی و هر قوم شریفی که در کشور است، کلش با هم خواهر و برادر است. یا مثلا یک کسی که مثلا زبان پشتو را میفهمه و زنش نمیفهمه و اصلا از او فشار بیاره که باید تو پشتو یاد بگیری، یا مثلا شوهر بیچارهش فارسی رو یاد نداره سر از او فشار بیاره که تو باید فارسی رو یاد بگیری. این تعصبات باید که از بین بره. گفته مردم کابل دان ما موی سوس کرد که تو شما تا کی میخواین که مقسم زندگی کنین و این کسافت. این پیش ما کلش کسافت است، خرافات و تعصب و تنگ نظری و اینا کلش یک کسافت است. شما تا کی میتونین که قسم زندگی کنین؟ لذا سر مسائل اقتصادی، سر مسائل سیاسی، سر مسائل اجتماعی، سر رفت آمد، سر لباس، مثلا در اول بچه هیچ چیز نمیگه که چه قسم دختر لباس با هیچ صدای خود نمیکشه. برای زیک مدام مقالام رو شکر کنم، باز مکی گرفتم، باز من جورش میکنم. بابا خب موتر خونه ایست که جورش کنی. او یک دختر است، یک شخصیت داره، یک انسان است، یک احساس داره، یک دید و بینش از خود داره، استایل زندگی داره، طرز لباس پوشیدن داره و کلش باید که احترام شوه. نه اینکه تو رو مثل خود به بزرگ خود جور کنی. گودیگه که خودت خونه است، کوره باید جور کنی. این مسائل است که بسیار کم دخترها و بچه ها گپ میزنن و فقط عجله میکنن در ازدواج. میریم به یک وقفه تجارتی کوتاه، پس در خدمت شما هستیم. تشکر.
با سلام مجدد، ما فرید یونس گردانده و تهیه کننده دکتر یونس شو از تلویزیون آریانا در خدمت شما هستم و امروز بحث ما سر از اینه که چطور جوانا باید که بشنن و گپ بزنن پیش از اینکه دیگرا سرشون تصمیم بگیره و دیگرا باید که بر دخترا و بچه ها اجازه بدن که دخترا و بچه هاشون درست آزادانه بشنن و گپ بزنن. حتی در اروپا هست، برای خدا در اروپا خوال من نمیگم مردم اروپایی شه یا آمریکایی شه، دختر خود اجازه نمیدن که بچه بشینه گپ بزنه، در حالی که اونا در کالج میبینن، اونا در یونیورسیتی میبینن، اونا در بازار میبینن، در محافل میبینن، برای یکی دیگه تکست میکنن، در ایمیل نوشته میکنن، در فیسبوک رفیق هستن. حالا تو چرا نمیمونیش که بشینه گپ بزنه؟ این خواهی کار غیر شرعی نیست. او میخواهی که اخلاقا بشینه همراه دختر یا همراه بچه گپ بزنه که شوهر آینده خود ازدواج کنه. تو از روی یک غیرت بلکل غیر شرعی و بلکل غیر انسانی و غیر مدنی و غیر اخلاقی او رو محروم میکنی که نه ای گپ نزنه. بابا او تمام رو در فیسبوک کده زو گپ میزنه، یک رنگ اینستاگرام میکنه، عکس خود برش روان میکنه و تو نمیمونی که گپ بزنه. این مزق نیست. و در کتاب احادیث، یعنی کدام صد حدیث است که، یعنی صد اگر مبالغه میگه، 50 حدیث هم براتون میگشم که در دین غلو نکنین، سختگیری نکنین، در دین منفور نسازین، فرهنگتون منفور نسازین. وقتی کسی که اخلاق داشت و اخلاق داره، گفته امریکا morality cannot be legislated، که اخلاق قانونگذاری نمیشه، یا اخلاق یک آدم داره یا نداره. و باز از اینکه یک ریسک است ازدواج، یک قربانی است در قرن 21 کیران باید بفهمین چرا قربانی است. برای اینکه یک دختر از خانواده خود میبره و وقتی که از خانواده خود میبره، خامخا به خانواده شوهر میره و در اینجا است که این همه چیز باید همراه شوهر خود شریک شوه و شوهرش هم همه چیز باید که همراه همسر خود شریک شوه. پس فردیت یا اندیویجوالیزم و فردگرایی از بین میره. دیگه شوهر نمیدونه که هر جایی که رفت زن بدون از اینکه اطلاع بده یا خبر کنه، هر جایی که رفت سر به خود هر کاره بکنه. وقتی که همسرش شد، همسر وقتی که شد، باید اینا مشوره کنن و مشوره سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است که همراه همسران خود مشوره میکرد در امور. امروز جامعه مدنی هم ایجاب میکنه که اگه میخواین شما یک زن شوی امروزی باشین، شما باید مشوره کنین. سمپل. او دورانه که مثلا مردا هر چیز دیکته میکرد و زنها باید قبول میکردن، او دوران گذشت. امروز جهان حقوق مساوی، جهان مشوره، جهان کانسلتیشن، کمیونیکیشن و تراست است. مشوره، کمیونیکیشن، افهام و تفهیم و تراست، اعتماد. CCT، کانسلتیشن، کمیونیکیشن، تراست، CCT. این جهان امروز نمیتر است، زندگی امروز نمیتر است. پس اگر شما نمیخواین که اندیویجوالیزم یا فردیتتان از دست بتین، هیچ ازدواج نکنین. اما اگر میکنین، شما بفهمین که مرد استی، زن استی، باید که در همه امور باید مشوره کنی. زن خود برای از این نیست که او بیای نوکر شما شود. دختر مردم بسط ناز و ادا و توفه ها و اترا میگنیم، باز را میخواییم که از او نوکر جور کنیم. یا هم هرچی که من گفتم اون امور همونتو بکو. نه، غیر انسانی، غیر شرعی، غیر اسلامی است. و اطاعت هم که در متون دینی ما آمده که از شوهر اطاعت شوه، او اساسا یک ریشه داره و ریشه از او ایست که شوهره که از قرآن و سنت اطاعت میکنه، زنم باید که از او اطاعت کنه. یعنی که زن و مرد به اساس قرآن و سنت باید که با هم زندگی کنن. و یکی از دلایل نکاح، خصوصا در امریکا و کانادا و اروپا و هر جایی که هستیم در غرب، نکاح خدای هیچ کدام چیز قانونی نیست. نکاح اسلامی یگانه کاری که نکاح اسلامی در امریکا و اروپا میکنه، مرد و زن به هم حلال میسازه، بس. هیچ یک برگی قانونی نیست.
این یک دلیلش است. و دلیل دیگهش که ما نکاح میکنیم در میز نکاح میشنیم، دلیل دیگهش این همیسته که ما چطور میتونیم که نسل نظر به احکام شریعت زندگی کنیم، که او عبارت از احترام متقابل، او عبارت از افهام و تفهیم، مشوره، اعتماد، همکاری که در برنامه گذشتان بر شما گفتم. پس او زمانی که تنها مردا هر چیزی که میکردن و میگفتن و زنا و کورکورانه، او زمانه رو گو خورد. اگه میخواین که یک زندگی مدرن، یک زندگی خوب داشته باشین، و سر چیزایی که مثلا باید گپ بزنین، سر سپورت، سر ورزش، امروز زن و مرد ورزش میکنه، شوهرتان در آینده با کدام ورزش خوش داره، زنتان با کدام ورزش خوش داره، و این چیزایی هست که یک زندگی رو بسیار زیاد دلچسب میسازه. و من این رو در مقالام نوشته کردم. از این خاطر خواهر و برادر عزیز، خانواده عزیز، پدر و مادر دو حق دارن. یعنی که میگن که مادر پدر اجازه، مادر پدر حق نداره که، خوب گوش کنین، مادر پدر حق نداره که یک دختر خود از نکاح مانع شوه اگه او کس را دوست داره. فقط دو حق داره: حق اول که بچه مسلمان باشه، حق دوم که سوی اخلاق از او بچه ندیده باشن. مثلا یک بچه را دیده می باشن که مشروب میخوره و قمار میزنه، این سوی اخلاق است. و پدر حق داره که بر دختر خود بگویه که من مخالف از این هستم، بخاطر از این که این مسوی اخلاق از این دیدیم. اما یک پدر یک مادر نمیدونه که یک دختر مانع شوه که این بچه را نهی که شیعه است، یا این بچه را دختر را نهی که سنی است، یا این از کدام قوم فلانی است، یا مثلا این درس نخوانده، یا مثلا درس، بسیار مردم است که درس خواندن اما به چهار پای روان هستند. درس متضمن تحصیلات عالی، متضمن یک زندگی زناشویی بسیار مرفع نیست. بسیار مردم هستن، من تکرار میگم، که درس خواندن، حتی دکتر هستن، اما با چهار پای روان هستن، قوم پرست هستن، زن ستیز هستن، الکولیک هستن، قمارباز هستن، اما درس هم خوانده. پس هیچ درس به دردش نخورده. ثروت و تحصیلات عالی و نام پدر و نواسه فلانیس و بچه فلانیس و دختر فلانیس، هیچ چیزا وقتی در اتاق خوابتان یک جا میشین، کلش ضرب صفر میشه. شما باید مغزایتان جوش کنه که چطور منعیس دو موجود شما میتونین که یک زندگی خوب بسازین. خلاص، بسیار مردم است که ثروت ندارن، خوش هستن. بسیار مردم است تحصیلات عالی ندارن، خوش هستن. بسیار مردم هستن که نواسه فلانی خان و بچه فلانی خان اینا نیستن، اما خوش هستن. و برعکسش ثروت هم دارن، تحصیل هم دارن، نواسه و بچه فلانی خان هم مثلا اما در آتشاش هستن. برزی که اینا یک اصول زندگی در زندگیشان نیست، یک روش زندگی نیست، یک اندیشه خانوادگی نیست. و زن کردن آسان است، شوهر کردن آسان است، اما شوهر نگاه کردن و زن نگاه کردن کار آسان نیست. بعضی کار زمانه تغییر کرده و ما باید که به حساب معیارهای امروز، من نمیگم مردم امریکایی اروپایی شوند، من میگم که به حساب معیار حق و حقانیت اسلام شما زندگی کنید. اسلام چی میگه؟ ولارحم، شما به یکی صله رحم داشته باشین. اسلام چی میگه؟ شما یکی دیگر را محبت کنین، احترام کنین. اسلام میگه که مؤمن آن است که از دست و زبانش مردم در امان باشد. وقتی که مؤمن آن است که مردم از دستش در دست زبانش در امان باشد، تو اولین کسی که نزدیک تو مردم است زنت است یا شوهرت است، حاجت به بیرون است. میگه من برای تکامل مکارم اخلاق آمدیم، پیغمبر میگه. پس اولین رای زندگی ما باید اخلاق باشه، همکاری باشه، تعاون یا همکاری باشه، محبت باشه، صرفه‌جویی باشه در خرج کردن، اقتصاد، نظم اقتصادی کردن،
دختر مردم و جوان دختر جوان هم میگرن نامین خانه نگاه میکنن مولانا ایمونه که درس بخونه، این خوب ضد اسلام است. یا نه ایمونه که مثلا امرای دوستای خود رابطه داشته باشه، این خوب ضد اسلام است. هر کسی یک رفیق داره، هر کسی یک دوست داره. یعنی این گپای نیست که ما نو میزنیم. 20 ساله که من در تلویزیون هستم همین گپا را بار بار گفته و تاثیرات بسیار عمده هم در اروپا و امریکا کرده. اما از وقتی که برنامه در افغانستان پخش میشه است دسامبر سال 2017، حالا من میفهمم که اساسا در افغانستان مردم میخواین که واقعیت های دین ما را بفهمن. دین ما آمد خواهر برادر عزیز که ما شما را چطور میتونه که متمدن بسازه، با اخلاق بسازه. میریم به یک وقفه تجارتی کوتاه، پس در خدمت شما هستیم. تشکر. با سلام مجدد، ما فرید یونس گرداننده و تهیه کننده دکتر یونس شو از تلویزیون آریانا در خدمت شما هستم و شما تلویزیون آریانا را تماشا میکنین. مسائل خانوادگی است که چطور دو نفر با هم ازدواج که میکنن چطور اینا درست گپ بزنن. تنها بله گفتن نیست، در نکاح شرط است گفتم. چرا خانواده بدبخت میشن؟ دخترها بدبخت میشن، در طلاقی میرسن. به خاطر عزیزه که یک اصول زندگی به اساس کرامت انسانی، به اساس عدالت نیست، از شروعش نبوده. هر وقت که کرامت انسانی و عدالت و صله رحم پایمال شده، او خانواده از هم میپاشه. از این که صافتر بر شما گفته نمیتونم. و بعد از او که شما به مسئله نکاح میرین، دختران هم میگم شما باید کمترین مهر خوش کنین، شوهرتان قرضدار نسازین. او برای شما نمیگره که تمام روز رنج قرضداری رو بگره، او شما رو میگره که شما خوش باشین. و مادرها و پدرها شما چرا میره نمیفهمین که وقتی که یک دختر هم میگرین او دختر شما وارو میباشه، وقتی شما او داماد هم میشه او داماد هم اولاد شما وارو میباشه. شما چرا میتونین میخواین که یک مسلمان از امروز اول در قرض و قرضداری شوه با خاطر یک دختر شما را میگره؟ آیا همین ظلم نیست؟ آیا همین انصاف است؟ من در این تلویزیون یک دفعه دیگه من بر شما گفتم که من وکیل برادرزادیم شده بودم در امریکا. من برای خانواده گفتم نه من تویا نمیخوایم، نه من پدر دختر در فرانسه بود، وکیل مرا گرفته بود در امریکا، خدا ببخشه پدرش، نه من تویا نمیخوایم، نه من مهر میخوایم، نه من جیز میخوایم، نه جوره میخوایم. من فقط میخوایم که این بچه یک تعهد کنه که می دختر همیشه خوش باشه. خلاص. یعنی 20 سال است که ازدواج کرده. ما باید که از این مسائل غیر انسانی، غیر مدنی، غیر اخلاقی، یک بچه در قرضها گور میشه و خاطر اینکه زن میکنه. ولی یک دلیلی که یک تازه دخترها بیشوی موندن و یک تازه بچه ها بیزن موندن به خاطر نمیسته که کسی گفته از جا افارد کرده نمیتونه، زورش نمیکشه. خصوصا در امریکا و اروپا و اینا باید میرن یک دختر خارجی رو میگرن و هیچ مصرف نداره. اون در شارواله میره نکاح میکنه با خدا یک قران مصرف کنه. شما ما خود ما در گفته افغانا در تیشه رو میگریم و در پای خود تیشه میزنیم. وقتی که شما سنگای کته کته را پیش روی بچه میمانین، مولم دار بچه ایوازی که برای دختر افغانه بگیره میره یک دختر خارجی را میگیره و اون دختر خارجی هیچ کدام مصرف نداره. حتی میگه که موجود در خانه، ما چند تا نکای بچه های افغانه که دخترای امریکایی بسته کردیم در خانه که $500 مصرف نشده، $500 مصرف نشده، که در امریکا $500 هیچ پیسه نیست. چرا؟ برای از اینکه اونا به متفاهم میرسن که ما یک زندگی خوش شروع میکنیم، میخواییم که از زندگی خود لذت ببریم دیگه و دیگه و دیگه. وقتی که بچه افغان
خواستگاری میکنن پیش دو سنگای کتا کتا را میمونن که نه این فام انگوشتر شتو باشه، که نه این فام تویانه ای قدر باشه، که مهرش ای قدر باشه، شما جیز ناوردین، شما چای نکدین، شما عو نکدین. ویک اپ، بیدار شو. ما خود ما در پای خود تیشه میزنیم. ما باید که به مجرد که یک جوان بر دختر ما پیدا میشه و اونا خوش میباشن فورا نکاش کنیم. در کجای شریعت آمده که شما همه قدر آرگاه و بارگاه را خلق کنین برای یک بچه؟ این بسیار بسیار این مسئله بسیار زیاد یعنی دردآور است در خانواده های افغان که ما سنگای کتا کتا را پیش یک بچه مندازیم. باید ما زندگی رو ساده بگیریم، جوانای خود تشویق به نکاح کنیم. حضرت رسول کریم صلی الله علیه و آله از همین خاطر مهر کم تجویز کردن که جوانا تشویق شوند. ما هیچ از اسلام کار نمیگیریم که جوانا تشویق شوند به ازدواج، خوش باشن از ازدواج خود. با خدا ما نکاح را بسته کردیم، در شب اول نکاح، در شب اول عروسی جنگ شده، جنگ شده که مثلا با خوشود از سر استیج بالا شده، گوشواره را به گوش عروس خود میکرد. عروس گفته که خاله جان امیر خوش ندارم شما امیال امیر در گوش های میکنین یا در گردن میکنین، در قطیش بارین باز بر ما پسان بتین. نه بچه، ما مردم ببینه که ما چی بر تو میتم. بابا این ما اموالکم و اولادکم فتنه، مال و اولاد یک فتنه است. هیچی خود ستایی است، هیچی خود فروشی است، هیچی خود نمایی است. کار شما بر من نشان میدین که من در گوش عروس خود این گوشواره 5000 دلاری را کردم. این فایده از چیز؟ این سطح فرهنگی از روخ بالا نمیبره، سطح علمی از روخ بالا نمیبره، سطح اخلاقیش خود بالا نمیبره، برعکس از خود تا پایین نشان میده. من امروز در یک عروسی شیشته بودم در امریکا، همی کار را میکردن که در وقت نکاح گوشواره را در گوش چی بگن. میشه پولیم یک استاد شده بود، سوال ما انسان ما عزیز است، من دوستش دارم. ما افتم استاد چرا همی کار میکنن که چرا در قطعا نیمانی دستر ششته میکنن از طرف فلانی توفه بر فلانی، چرا همی کار را میکنن؟ من میگه دکتر سه بعضی که اینا دیگه چیز ندارن که نشان بتن. یکی دانم یخ کرد که چی یک جواب آلمانی که تو اگه دیگه چیز داشته باشی با چند تا زیور و جیفه دنیا تو خودنمایی نمی کنی. باز یکی داره یکی نداره، یکی مثلا یک زیور ارزان قیمت میده، یکی قیمت تر میده. خب کل خانواده خب یک قسم نیست، اما توفه توفه است. یعنی قلم هم که بر شما که شاید قیمت زمین 5 دلار باشه، یعنی میرم بر شما یک از توفه میده، او را ماش کنین در چشمتان باید که بر شما یک از توفه داد، نه ای که بوین چی رو بر ما داده. و من دعاها روسی ها رو خبر دارم که برای خانواده بچه تو تنها دادن که تو چی دادی؟ وقتی که بچه نداشته باشه از کجا کنه؟ بزایه؟ بینیم این چیزاییست که در شروع باید که دختر و بچه درست، و یک دلیلی که زندگی دخترها و بچه زود خراب بشه بعضی که خودشان شخصا مکالمه نکنن. مثل که من یک عروسی رو در آلمان خبر دارم که یک طرف میگفتن که دکتر یونس بیار نکاره بسته کنه، یک طرف دیگه میگه نه دکتر یونس ما خودمون نفر داریم. بچه و دختر هیچ خبر نداشتن، دیگه تصمیم گرفته میره خود شما دخترها و بچه ها تصمیم میره کی در نکایتان بیایه، کی نکایتان بسته کنه، در کجا شما عروسی میکنین، چند نفر خبر میکنین، کی پیسه عروسی را میده؟ آیا میخواین که عروسی تنها شوهر تو شوهر آیندهت قرضدار شوه یا خودتم کمک میکنی؟ تو خو میخوایی که زن از او شوی که خوشبخت شوی، نه اینکه در شب اول شوهرت بدبخت بکنی همراه قرض و تانه و کنایه و دیگه و دیگه و دیگه. یعنی یگان گپای سیاسی است در جامعه افغانستان که میگن که ولی ما هنوز آماده نیستیم. اولاد برای خدا، این 40 سال است که ما هجرت کردیم.
و 200 سال تیر میشه معید چیز زمین خرافات و این زمین بدبختی ها معید نم ابراهیم و جوان ها پشت میشن تیله میشن که دینیم خرافات باشن. یک جامعه باید یک جامعه مدنی باشه، یک جامعه اخلاقی باشه، یک جامعه باشه که شگوفان باشه، نه به اساس مادیات، به اساس کرامت انسانی، به اساس شفقت و محبت و لطف. این مسائل است که بسیار زیاد مطرح است. این بود برنامه امروز ما از تلویزیون آریانا. تا برنامه آینده شما را به خداوند کریم میسپارم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. فرید یونس تشکر.